جنگ افغانستان خشنتر و خونبارتر از هر زمان دیگر شده است. جنگی که روزانه از مردم فراوان قربانی میگیرد و شهروندان کشور را در یک تیر روزی تمام فرو برده است. چنان که نزدیک به ده شهر افغانستان هفته هاست که در آتش جنگ میسوزند و به ویرانه مبدل می شفند. چرا از شدت جنگ ها در کشور کاستن نمی شود؟ آیا حکومت افغانستان هنوز در حالت دست و پاچگی قرار دارد؟ از برنامه امنیتی رئیس جمهور چه خبر؟ طالبان با تکیه بر جنگ به دنبال چیستند؟ پیروزی نظامی یا امتیازگیری در میز صلح؟ به نام خداوند بزرگ و درود بر شما به محور خوش آمدید مهمانان من در برنامه امشب آقای روح الله احمد زی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان خانم حلیمه صدف کریمی نماینده مردم جوزجان در مجلس نمایندگان افغانستان آقای عبدالرعوف اشپون نماینده مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان افغانستان و آقای سید محمد سادات نظامی پیشین هستند خیلی خوش آمدید مهمانان به برنامه آقای احمد زی با شما آغاز بکنیم شهرها دارن یک پی دیگر در آتش جنگ میسوزن هر روز بر شمار آوارگان جنگ افغانستان افزوده میشه و جوی خون همچنان جاری است وزارت دفاع ملی افغانستان وزارت داخل افغانستان و تمامی نیروهای امنیتی و دفاعی روزانه مصروف چی هستند چرا پیشرفت قابل ملاحظه ای در میدانهای جنگ وجود ندارد چرا حاکمیت میدانهای جنگ هنوز در دست طالب بسم الله الرحمن الرحیم بسیار تشکر سلام عرض ادب خدمت شما هم میمانای که در بحث هستن و هم بینندای عزیز خب قسم که شما در جریان هستین و میبینین که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان شما گفتین که وزارت دفاع داخله و امنیت ملی چی میکنن ما هر روز توضیحات خود را بر مردم و بر ملت افغانستان بر های محترم ملت و بر جهانیا پیشکش میکنیم و جزیات را ارائه میکنیم نیروهایتان در یک مقابله و مبارزه بسیار جدی با یک دشمن بسیار بزرگ که حجوم بسیار کلانه در مقابل مردم افغانستان در مقابل نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان آوردن حضور دارند و اون مقاومت را قاطعتر نسبت به گذشته ادامه دادن و این ادامه خواهد داشت در هر شبان و روز نیروهای امنیتی در مقابل دشمنان مردم افغانستان عملیات گسترده خود را آغاز کردن شما بینید در نقاط مختلف و ولایات مختلف کشور در مقابل دشمن ما مبارزه میکنیم درست. امی فعلا که ما با شما صحبت میکنم در هلمند عملیات نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان البته عملیات تصفیوی آغاز شده و جریان داره با مشدت کاملش از دیشب در ولایت نیمروز نیروهای امنیتی در مقابل دشمن مبارزه جدی ادامه داره و قرار است که نیروهای تازه نفس هم به ولایت فرستاده شود همچنان در ولایت جوزجان در ولایت کاپیسا در ولایت تخار ما در جریان روز و شب گذشته اجرات هوایی و همچنان عملیات زمینی نیروهای ما را داشت. از لشکرگاه گفتین و هلمند آقای احمد یک هفته است که جنگ به شدت تمام در لشکرگاه ادامه داره به غیر از اوزه اولی این شهر تمامی اوزه های امنیتی به دست طالبا افتیده چند ساختمان در اداره دولت مانده و بس که راه های ساختمان ها تا همین چند ساعت پیش با یکدیگر قطع بود ما میدانم که نیروهای ویژه ارتش فرمانده قلوردوی عملیات های خاص در لشکرگاه است فرمانده نیروهای خاص پلیس و همچنان نیروهای دیگری که در اونجا حضور دارن چرا یک جنگ مهار نشده در یک هفته در لش... لشکرگاه امینی صاحب چیزی که ما شما در روی تصویر میبینیم اهداف دشمن به مراتب بزرگتر و کلانتر نسبت به ای بود اما نیروهای امنیتی مقاومت جدی از خود نشان دادن و در دا مقابل این برنامه شوم دشمن مبارزه جدی را انجام میدن ما برنامه را که دشمن داشت به خاطر سقوط ولایت هلمند با او کامیاب نشد نیروهای امنیتی را یک چیز به اطمینان کامل برتان گفته میتونم که وضعیت و تهدیدی که برای هلمند نسبت به چند روز قبل که مواجه بود او تقریبا از بین رفته و انشالله تا فردا ما شما یک تغییر بسیار خوب را شاهد خواهیم بود و از دیشب به ایسو نیروهای ما در حالت پیشروی است این خود نماینگر مبارزه جدی نیروهای امنیتی را نشان میته همچنان ما در ولایت هرات نیروهای امنیتی ما در حال پیش است امروز نیروهای امنیتی هفت حمله ترورستار و دشمن را دفع کرده و در مقابل ما عملیات ف... تاقیمی خود را داشت. در لشکرگاه در هلمند مقام ولایت ریاست امنیت ملی ساختمان زندان هلمند در ماسره طالبا هستند کدام پیشروی خب در نقاط ما پیشروی خود داشتیم بله. نیست ای که چرا ما نسبتا محتاطانه پیش میریم به خاطر که بر افراد ملکی صدمه وارد نشه و تاسیسات عامل منفع صدمه وارد نشه و برای اماکن مقدس صدمه وارد نشه بدون نیروهای اوایی و زمینی افغانستان در اونجا عملیات خود را داشتن و ما کوشش میکنیم که در نتیجه عملیات ما خدای نخواسته بر مردم و بر تاسیسات عامل منفعه در اونجا صدمه وارد نشه ولی مردم خسته شدهن آقای احمد زای شهرهای کلان در معاصره هستند یک تغییری باید به میان بیاید نیروهای امنیتی و دفاعی میدانیم کار میکنن ولی چیزی که خب مردم انتظار داره برآورده نشده شما باید بپذیرین که شهرها راستی در حالت فاجعه باری قرار دارند. مسئله اینجا است امینی صاحب که ما پیشتر برتان گفتم که یک هجوم بسیار کلان از طرف دشمن متوجه افغانستان و دلیل ولایات را شما دلال... میگین عملا ما مواجه بودیم با او ولی مقابله و مبارزه از طرف نیروهایتان ادامه داره و ما برنامه اصلی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان دفاع از جان و مال مردم است هر قدر که ما قربانی بتیم باز هم کم است ولی ما آماده بیشترین قربانی هستیم ولی بر دشمنی اجازه را نمیتیم قسم که شما گفتین امیال قماندان قلوردوی عملیات های خاص و های قهرمان ما در هلمند و حضور دارن در هرات حضور دارن در همین امروز تا لحظات بعد ان در اونجا مستقر میشن در دوزدان در کاپیسا در تخار درست. در مقابل دشمن عملا ما می جنگی مبارزه میکنیم از نیمروز خبرهای بسیار بدی رسیده آقای احمد زید چرا پیش از سلاخی شدن سربازان و فرزندان مردم کار نشد تا اینان نجات پیدا بکنن نیروها پس از تسلیم شدن تصویرهایی که رسیده نشان میتاب چشمهایشان کشیده شده و پس از او تیرباران میشن این این رهبری حکومت و نهادهای امنیتی جواب خانواده های این سربازا را چی دارن که بتن متاسفانه اونجا ما تلفات داشتیم و از نیروهای قهرمان پلیس ما شب گذشته در اونجا تلفات متاسفانه که بود ولی برای فعلا نیروهای کافی پلان داریم در اونجا پلان بعدی ما نمیتونیم فعلا افشا کنیم همین لحظه من از وزارت آمدم و خود جناب لوی درسی سیب در اموانگی با کماندانان قلوردو و کماندانان لواء در تماس بود و به خاطر مدیریت جنگ و اکمالات و نیروهای تازه نفس که در جایی که نیاز است او را فرستاده میشه و پلان است. وجود داره از است اجازه بدید ما در حالت جنگی هستیم امینی سیب اگر شما انتظار ایره داشته باشین امینی, امینی, فا... امینی فا... سیب اجازه بدید فایل سعوتیش پخ شده که کمک میخواید درست از داد و فریاد میکشه خب تحدیدات امنیتی را ما شما باید مدنظر بگیریم در این زمان ما شما در چند ولایت هم یا نیروهایتان و مبارزه میکنن طبیعی است در اینجا در هر نقطه‌ای که اگر تأخیر در اکمالات صورت میگیره حتما دلایل تهدیدی وجود دارد اینو چی فایده شما یک کنده کرایی کنین به کنگ خب درست است اونجا ارزش استراتژیک خود ولا... ولایت بر ما مهم است و همچنان مردم حفظ نیروهای ما حفظ مردم حفظ تاسیسات عامل منفعه این همه موارد است که بر نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان مهم است و در هر شبانه روز در بیشتر از 15 ولایت نیروهایتان مبارزه میکنه می جنگ سپاسگزار خانم کریمی از جوز جان بگوین و سر ظاهرا نبردها یک بار دیگه شدت گرفته ما شنویم که جنگ به چند کیلومتری شهر شبرغان رسیده سلام و درود خدمت شما و هموطنان عزیز ما که همین دم می‌بینن و درود می‌فرستیم بر روی شهدایی که امروز به خاطر دفاع از سرزمین افغانستان دفاع می‌کنن و از ننگ ناموس کشور دفاع میکنن و شفای عاجل می‌خویم با هایی که فعلا های تمام افغانستان اینها فعلا وجود دارن و مشکلاتی که در ولایت جوزجان هست و با های رهبری ارگان های امنیتی سه ماه قبل باعث ازی شد که اکثریت اولسوالی های سرپل فاریاب جوزجان سقوط بکنه قسم که امازای صاحب میگن در یک نکتایش ما موافق هستیم حمایت از نیروهای ما حمایت از حکومت حمایت از نظام ما کنارش هستیم اما در قسمتی که اینها امو نشست های تکتیکی و ولسوالی ها را پای همدیگر دیگر سقوط دادن در دا او وقت دست بکار نشدن اکثریت ولسوالی ها تجهیزات مکمل به دست مخالفین دولت افتید تا شش ماه طالب خود مجهز ساخت نیاز به نشد که کمک از بیرون بخواه اینها اما که از نیروهای امنیتی ما به دست از افتید امروز قتمو سلا مو مهمات می جنگن و نیروهای امنیتی ما را هدف قرار میدن دن در او قسمت کوتاهی ها وجود داشته باید ای را اینا جواب بدن و در قسمت ازی که نیروهای امنیتی ما دفاعی ما در ولایت جنگیدن استادگی کردن و با وجود که کمرسایی ها به و نگرش های متفاوت در نظر به ولایت های آسیب دیده مثل ولایت های دیگه در اونجا وجود داشت با هم هم استادگی کردن و تلافات دشمن هم اینطور نبوده که نباشه اونها تلافات انگفتی را در این ولایت ونا هم داشتن اما ما نظر به تجهیزاتی که امکاناتی که و حمایتی که اینها باید میکردن و تلافات و مشکلاتی که فعلا پیش آمده نمی بود. و گپ موضوع دیگه که تمام چه مدوم... چی میتونست باشه که نشده خانمی کریمی؟ این خود در وقت زمان که باید کمک صورت میگرفت گرفت ولسوالی که مخالفین دولت پلان داشتن حمله بکنن و اینا را انتقال دادیم که در دا قسمت مهم است شورا هست و گمرکات هست هم مرز با کشورهای منطقه هست جلوگیری صورت بگیره بدبختانه در وقت توجه صورت نگرفت و نادیده گرفتن و بعد از مردن کفن بردن از یک گفتی و... که ما از جانی و مالی از دست طبعا طبعا او تاثیر بود هم. یک جنگ وجد اورد کې هدف در کجا هست آیا دولت خودش میخواهد که ولسوالي‌ها را تنظیم تالاب بکنه یا هدف در کجا آیا معامله روان است این چیزهایی بود که یک انگیزه های منفی را در ساحات و قرا و قصابات ایجاد کرد اونم جنگ سرد باعث از شد که اکثریت ولسوالی ها بدون فیر یک مرمی یا تسلیم شدن یا رها کردن شما شاید از این کلسوالی پنجگانی آخچه یک مرمی فیر نشد تسلیم شدن دلیل در کجا بود یک کندک در ولایت سرپل شما شاید است مکمل تجهیزات به دست مخالفین افتی تسلیم شدن انوز مخالفین دولت اونا را رها کردن گفتن که این ما شما را کار نداریم اونا سعی کردن دیگه دیگه قسمت های سرپل یعنی به دست مخالفین و این به توجه ها سبب از این شد که به انگیزه شدن مورال خود از دست دادن اما خوشبختانه یک بار دیگه مورال گرفتن و فعلا جنگ شدت جریان داره و مخالفین هم زخمی زیاد دارن هم فعلا در ساحه شان فعلا موجود هسته و تشکری میکنم از وزیر صاحب دفاع و شورای امنیت که بعد از سه, سه ماه امروز برای هشت ساده که ما منتظر بودیم که کماندور اینا در مزار فرستادن و بعد از او امروز خوشبخت اولین بار که به سرپول و به جوزو جان رسید با رفتن کماندوها نیروهای ما یک بار دیگر رویا گرفتن و در نبردها فعلا عملا امیال که ما در طرف شما هم می آمدیم خطر رفت در شده از شهر و... شبرغان و از شهر سرپول خطر وجود داره دار. اما خوبیش این است که اینها رفتن یک روحیه گرفتن اینها فعلا فعلا مقابله با دشمن استادگی میکنن ما همین دمی که به طرف شما می آمدم در داخل شهر شبرغان که جنگ درو درو ino مصرف بوده دغه بله بله درونو شره تشکر اقا شپون چرای جنگ سرکش مهار ناشدنی شده تقریبا دو سه ما میشه وضعیت بسیار بحرانی است هر روزم بدتر از روز گذشته چی اصللتش از اون زره شما بسم الله الرحمن الرحیم تاسو 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 قدر منو مل منو تا د افغانستان مظلوم ولست په اول قدم کې سلامونه وړاندې کوم او بیا هغه شهیدانو ته ځمږ سربازان دي او عام خلک دي د جنت فردوس خوښته نه کوم د الله جل جلاله هوو زخميان ته جل شفا غواړم امینی سه د افغانستان جنگ ډیر د سپیچلای جنگ ده خو مونږ یا راځي چې داسې بحث وکړو چې د ډیپلوماسۍ نه سره تیر نو اوس هغه واخره رسیدلې چې عقایق وي مونږ یو ښه رهبر نه لرو رهبر در کجا کشور په افغانستان په ساته منګه یو خره خبر نه لرو کمن خره خبر درلوده نو د افغانستان وضعیت به دا رقم نه وي اوس هم دوستانو په ټولو اړخو باندې وکیل سره بحث وکړ زه دا وایم چې دا جنگ په 300 نفر کمنډو په 100 نفر کمنډو زه سربازانو ته یو خاص سلام کوم د دیزینه زه هم شهمت ته سلام خود د سربازانو مشرانو چې دي تاسو ګوري رئیس جمهوریت موږ بار بار غږ وکړو چدا جنگ به الته مهاریږي چې ته ور کسانو ګماري په وظیفه کې کار اهل کار ته وسپاري د خوستا بچیان ندی کبه دی دنیا څوک درنه پختنه ونکي طالب خو پمن رحم نکي طالب خو هغه د جنگ بانديره مخکيكيږي ولی رئیس جمهور دا حکومت ځمنداران تاسو څو وکړل مونږ تر اخره پوره مبارزه کوو امینی صاحب ک دوې اوسم وخت فرصت د دې شته چې چیرته دغه خلک چې څوک کورونه په خارج کړي دي او د دې ملک د مالکیت داوا کوي او بچیان یې په خارج کې دي ایا دا دا احساس نه لري عاجل دی رئیس جمهور اوس ساره وخت د غرور خو وس ما ولید د دته وامه چې رئیس جمهور تک <تصف> تاسو رسیدئ شي وزیر صاحب دفاع ته وای نن ما ورته ویل ما ورته رئیس جمهور ته وای چې اګه سي فرمان دې چې صادره ک چې پروژې دې بند شي یو فرمان بل صادره ک چې د دغه جنرالانو فهم نتی څوک تر کې څوک دی دغه دغه خلکو کورونا چه په خارج کیدی عاجل منفقه خاطر رجال خناده راشده غسر بعضان چې شهید دي دا مور لري په یەک نیم سالي گذشته شما شاهد استین در دو وزارت دفاع او داخله افغانستان چندین چهره اومدان او رفتن خوښ پون کیয়া باید بیاي انده راس کار ګوره یو خداده چې دا پر راس کیدی یو تاسو لګ دغه د وزارت دفاع دغه لګ داو ګوري دا ماشومان لایق د دی دي چې دغه شی دوی په دی غټو چوکي کې مقرر کړی دی کجا قلا ورډو کوله ټو کانټاټ ارزي کې دوی د خلک مخکې ګور ته دوه شې دی دلته یو دا د ټی کازه به اټل دی ځوانانو تر ازي خفتي نشي چون دا غوخ رسیدل مونږ نغواړو چې افغانستان د بدبختي سره مخ شي ز یو دا, دا خلک نه يم چې ګور مېم دادې دا او کور مېم د افغانستان د افغانستان ټول ولستې وريګي امنيتي وادي وري امنيتي سکتور په سر مونږ خپل وینه ورکو طالب ته په زور نه تسلیمي کو ک په سولره راشي چې افغانستان خلک دا خبري ووري دوه شې ډیر مهم دی دلته یو دوی دو دغه ګوماره نه او دویم تاسو د دمدغه نه پوښتنه وکئ چې دا جندرلانم ولې دغه قوتقاوت کړه زوان کوله ز خپل زوانم زوان ته ز ډیر احترام لرم زوان په خپل کده ګوري کی ته ګوره په دغه کال کې کدا یو ویرس روه او روه پاسي پا دا د جنگ لاملونه بیا دوخې په دغه کال کې تاوګوره او سړی ډګر والی بیا جنرال چې او بیا ستر جنرال چې اور پسی اخیری درجه ته مور سیږي دا خو جفاده د افغانان د ول سره اوسم سره وخت د وزیر دفاع باندې غکم ز پ رئیس جمهور باندې غکم چې رئیس جمهور د ولسون نه پدی جنگی کار واخلہ چ ولوسه نستاتر شاو ولادي ولوس بیا خبره تکراروم چې ولوس یو ځل به نظامی دلید بیا د بې نظامی تحمل نه لري طالب سره کسوله کې په سولې او تر غاړه مرته خلاصته کې جنگي زخپل یو دغه خلکونه چې د سرباز په څنګه ودرې او ټول افغانستان باندې کوم چې راجیک شي دا وخت د مردم عملا داخل шуда نه خو شپون شمو میبینین بسچای مردومي را در ګشا او کنار افغانستان دغه د دا خلکو خبره نه وې تاب اوس د افغانستان حالت بل رقم لیدلې و هم دغه ولوس ته چې د امنیت سکتور تر څنګه ودرې دلې او زپ دوه باندې غا کوم چې هغه خلک وسم سره وخت هغه خلک مقرر کړي تاسو ګورئ ما ابله ورځم دلته باسو خدای دغه باست تکراریم راځي د افغانستان سرباز څو شي غړیدل ته جنرال سیب ناسته زپ نظامی کې دومره تجربه ملارم خو د ولست سره د افغانستان سرباز اعشای اباته البسا ارت صد به دوی ورته ورسی ته وګوره په دې باسی زيو کې سرباز انگیزه غواړي او روحیه غواړي امداه ولست چې راځي شو سرباز ته انگیزه ورکړه کنه سرباز ته دوه جنرالان انگیزه نه ورکړي کنه دا, دا ماشینی جنرالان چې راغلي دي زبيام په دغه رئیسه جمهور باندېغه کومه چې هغه خلکو مهمه خبره ده چې موږ څنګه سرباسته روحي ورکو سرباسته وکیل روحي ورکي الانی تاسو ولې د زمانه شروع د وکیل صاحب نه شروع ټول وکیلان لاړل صحیته ولی رئیسه جمهور بیا دغه خلک عاجل منفق چې کورونه په خارج کې دي تلو او تاسو ټول تلویزیون مخ ته دی راشي او ورته وی چې دغه پاسپورت مې او بچي مخبل را انتقال کړ تاسو یو کامره کې راوخلې او دغه د خپل پاسپورت اوسوځي دغه راشي دا جنگ موږ په پاکستان سره وساملي په جنگ کې وکنه ته ای جنرال جا صاحب چې زما په سرباز باندې تمامله کوي او ته په هغه تجربه مله لري او ته زما د سرباز روحیه ماته ملاده ماته چې زه تائت جنرال نه منم زه هغه سړی جنرال منم چې هغه په کور کې ناشته تا په پنځو پنځوس کلنۍ کې تقاوت ک او هغه اوس په کور کې ناشته ویلې خوري ول شي شاید اقلیت باشه کسای کومدارین میګین در صفوف نیروهای امنیتي او دفاعي قشپون دا دا د سیده چې یعنې سبب مشه چې باغه اقلیت کوچک وضعیت به یې وخامت داشته باشه سل سل دا ګور د مخکي وکیل سره ډیره خبرو کړه چې طالب خو وس سوړ ځنګ مخکي کړم طالب نه پاکستان سوړ ځنګ مخکي کړې ده پاکستان سوړ ځنګ مخکي کړې ګرم ځنګ مخکي کړې یو بخش بيدای یو بخش په کول کې ما درته ویل چې مونږ د سیاسي لډران چې بصوک ځان تر رهبر وي زور ته هم تر رهبر نه وي ولي غږ نچي کې د امنیتي سکتور په څنکې خير د ډاکټر غني سره ورانده مونږ چې د انتقاد کو دا, دا, دا زمنګ زړه درد کوي ځکه افغانستان زمنګ <تصفح> ولستې موږ په دې خپکیګو زپ ټولو رهبرانو باندې امنسي بغا کوم چې ولي په کور کې غلي نه استي راجیک شه میډیا ته راجیک د جنگ په مقابل کې خطو ودرې کنه پر سیم باره آقای مارشال دوستوم یک فراخوان داد در امي مسله کې رهبرای سیاسی بسیج شوند یک دسیسه کلان به قول ایشان بر در افغانستان اقای سادات شما مشکل را در کجا میبینین شهرهای افغانستان در معاصره هستند در خطر سقوط قرار دارند از ولسوالی ها فعلا مردم گذشته تقریبا یعنی فراموش شده نزدیک به 200 ولسوالی آل بیش از ده شهر در آستانه سقوط هستند بله بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه شما و مهمان های عزیز ما و بینندگان عزیز تلویزیون جنگ افغانستان عباد بسیار بزرگ منطقی و جهانی داره متاسفانه بعد از ختم مذاکرات آقای خلیلزاد با طالب ها طالب ها هویت سیاسی گرفت، هویت منطقی گرفت، هویت جهانی گرفت و جبهات جنگ طالب با رهایی 5000 طالب در حدود بالاتر از او تقویه شد و از لحاظ نظامی یک پشتوانه کمک نظامی در ابعاد گسترده در منطقه پیدا کرد این جنگ حال حالت چند بودی را به خود گرفته از طرف طالب ها یکی جنگ گرفتن اراضی و تصاحب اراضی هست درست دوم یک جنگ تمام عیاری دیپلماتیک هست از لحاظ حیثیتی طالب ها میخوان که در سطح منطقه و دنیا هویت دیپلماتیک پیدا کنند چنون سفرهای از اینا را شما در چین و در روسیه و در ایران دیدین و دیگر ابعاد سیاسی داره که لحاظ حیثیتی اینا میخوان دیگر از لحاظ اقتصادی اینا میخوان که افغانستان ضربه اقتصادی بتن و شما دیدین که بنادر مهم میره اینا تصرف کردن جنگ های بسیار نیابتی سازماندهی شده استخباراتی هست مم. که طالب را استقامت میته طالب را ذهنیت میته طالب درست. جنگ طالب ای ای در ای این ماهیت جنگ افغانستان ای... است که شما دارین میگین و اهداف طالب ها ولی در میدان جنگ تب. چی داره میگذره خواهی سادات من میبینم من خدمت شما میگم نایم شما میبینین حالت جنگ افغانستان را شما هم من حیث یک خبرنگار امی تحلیل وضعیت را خوب به خاطری که همیشه در بحث هستین جنگی که بعد از امو حالتی که مذاکرات شروع شد و ختم شد و بالاخره آمد آل عبادی تازه که گرفتن که در یک در تو ماه تقریبا دو ست سوالی ساقید میشه شما مولوی شهابودین را دیدین که در روسیه چی گفتک؟ در روسیه گفت ما پلان نداریم که بالای ولایات کلان عمل کنیم ولی پنج ولایت شدیدا جنگ ادامه داره به خاطر سقوط از او این به این معنی است که رهبری طالب جنگ کنونی به دست طالب نیست و رهبری طالب از خالی ذهن است و در اونجا جنگ را کسی دیگری رهبری میکنه شما از سه استقامت جنگ افغانستان رهبری میشه از اسپین بولدک از ترخم از وزرستان شمالی سربازگیری مگید. میشه جبران به جنگ روان میشه کسی که در جنگ افغانستان به خاطر جهاد به اصطلاح که و میگن نام میگن نامش گذاشتن بری نمیاین اونا رو زندانی میسازن اونا رو چی درست. شما فجایع را در بلدک دیدین مم. که از خانهای مردم مردم را کشیدن حلال کردن شما در مالستان غزنی دیدین شما در فاریاب و در قندوز و در بدخشان دیدین در تخار دیدین حالت جنگل در بغلان دیدین این حالتایی هست که اگر افغانی که طالب نام خود افغان میگره از افغانستان میگره افغان باشن افغان خود به این فجایع نمیکشن به این شما دیدین که زن های مردم را به چه حالت چی مشقت اینا زیر شکنجه قرار بدن شما دیدین که فراخوان کردن نتیجه که نتیجه گیری چی, چی است نتیجه گیری م... این است که جنگ افغانستان ام. از جانب اجنبی ها رهبری میشه افغانستان را میخواید دستاورد به سالش از بین ببره افغانستان را میخوایم پس دوباره ما از صفر شروع کنیم خود را بسازیم افغانستان را به تاریکی میبره متاسفانه ما او روز با جناب رئیس جمهور ملاقاتی داشتیم ما اظهار کردم واضح و سریع و روشن که نه امریکایا نه ناتو یک پارتنر خوب برای افغانستان بود امی اکنون امریکایی ها و دیگر کشورهایی که پارتنر ما شماست به اصطلاح ناتو و جمع اروپا اینا فراخان یزیر دادن که ما اینی قدر پانیاندگی میتیم بفلان فلان با فلان به فلان مردم خب این چی معنا داره؟ معنی ای است که یکی خو امی ظرفیت و معنویت و امو استعدادهای ما شما را میبره و این ملک سر امو جوان جورنالیست ما سر امو جوانی به اصطلاح ترجمان ما می افغانستان باید سرمایه ملی ما باید نگاه شود و اونا کار کنند را که میبرند دو هدف است در اینجا یک هدف تضعیفی حکومت هست که از لحاظ مورال ما را ضعیف بسازه حکومت زیر فشار قرار بته که در اینجا ختم است حکومتی وجود نداره شما باید نجات پیدا کنید که حکومت باید ساقط شود یکی دیگه هدف این است که ما سرمایه ملی خود از دست میتیم که جوانان ما را از پیش مون میبره این رای حل نیست که ما جغرافی های افغانستان چکاری اگر ما میخواییم که جغرافی های ما امن شود پناهندگی سیاسی برای ما جغرافی های افغانستان امن بسازند چرا اینا این تصمیم من نمیگیرن چرا این تصمیم میگیرن که فراخان میتن که فلان فلان فلان, فلان، طبقه میتونن که برن پناهندگی سیاسی بگیرن چک اعلان میکنه آلمان اعلان میکنه طرست. روس اعلان میکنه تاجیکستان اعلان میکنه امریکا شنید آقای سادات که افغانستان اردو داره پلیس داره تیاره داره امکانات داره خودش دفاع کنه یقینا که ما باید خب، دفاع کنیم ولی وضعیت میدان جنگ میبینیم که دیگرگون است بله ما ما میخوایم پیدا کنیم ما ما میره میگم ما ما میره میگم یعنی طالب به اندازه نیرومند است شما فکر میکنین یک گروه 70000 نفر طالب نیرو من نیست امه. پشتوانه ی طالب هامی طالب با ما جنگ میکنه ما به خدمت شما گفتیم که مولوی شاه چی گفت ما میگم که جغرافیای افغانستان باید نجات داده شود یکی خوب مسیری از است که ما باید از افغانستان دفاع کنیم یک مسیر دیگه ای که ما یک طرح را ارائه کردیم به دنیا که بریم از روی از و قضاو، قضاوت و از روی قاضی و از روی محکمه بین‌المللی و عدالت حل کنیم شما به فراخوان وزیر خارجه افغانستان در روز شنیدید اعلان بب. کردن گفتن که ما باید بریم به سوی جامعه بین الملل جامعه بین الملل باید یک جلسه فوق العاده در سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود میان برنامه کوتا پس از او ادامه محور با ادامه محور باز هم خوش آمدید آقای احمد زی خب به قول آقای شپون این جنرالان ماشینی و دو پاسپورت ها هستند که وضعیت را به اینجا کشاندن توانایی مدیریت فعلی جنگ از توان اینا بالاست یک توجه نیاز از شود یا یک بررسی دوباره شود امی جنرالان ماشینی و دو پاسپورتی که پارسال از والی طالب گرفته تا کماندان قطعی سرخ و تا ولسوالا و تا قاضیانشان هر روز هدف قرار می دادن. در اونجا چرا امی صدا بلند نمی شد. امروز ما از جناب شپون صاحب خواهش میکنم لطفا با مثال بر ما بگین نام پنج جنرال شما بگیرین کدام جنرال <تصفح> ماشینی کدام جنرال دو پاس برده کمیج بر ملت واضح شود کدام جنرال ناکارامد امروز او است بر ملت باید شما بگین که ما هم بفامیم هم و نام و حداقل روی ازو باید تصمیم گرفته شود یک موضوع درست. هر جنرال که شما میگین امروز اگر هدفشان یکی دو جنرال را که م م نشناسم و او را شما جوان میگین دو پاسپورته میگین و ماشینی میگین اون مو جنرالی بود که در مقابل دشمن سختترین مبارزه را کرده و आम्ही الان در خط اول نبرد اونها قرار دارن و شب و روز خود را یکی کردند به من حقوق تنا داده چې رازې عمق موضوع تلارسو زه حقوق تنا کوم چې نن د منګو تاسو جنگ لخر غم چې جنرال صاحب ویلې جنگ مولا چا سره د یاد اقل د پاکستان اردو د پاکستان آی ایس اې د پاکستان اقاظیان عملا له متاثر جګړې د هلمند په جګړې کې د اوس کمه فیصدي افغاني طالبان دي یا افغاني ترورستاندي عملا موږ هر عملتي ال ته اجرا کوو کغه وې د کزمکني حمله ده ټول زموږ سره پاکستانی جنرالان او افسران د دې راغلي د افغانستان د خلکو پر وړاندې جګړي یو لوی هجوم راوړیدل نن دلته د مسؤلیت یوازې د دفاعي امنیتي ځواکونو نه دی که مولای امام دی ک متعلم دی ک حاصل دی ک هر وګړی دی ک وکیل د پارلمان دی د احسان باید په امنیتي ځواکونو په ملت په ملت باندي او په نظام باندي باید وانه چې ولسی چې زړه راغلمه و درې د عدالت نه د هر وګړی مسؤلیت دی ولی مونږ د خبره کو کله چې مونږ یو يرغل سره مخېګو دلته د ټول ملت وظیفه ده زما خواهش داده چې عمق د موضوع ته لاړ سو او دلته فیصله په احساساتو باندې او په مینه ګرمي باید ونه کړو اگر این گونه است چرا دستگاه دیپلماتیک افغانستان تقریبا خاموش مانده خب سازمان ملل وجود داره سازمان های مختلف اگر شما چند تا شکایت نامه در شش ماه گذشته شما فرستادین از آدرس سیاسی و جهان و پاکستان را محکوم کردین که تجاوز کرده ب... بسیار بر افغانستان بسیار حرف احمد می هر روز میگین در بسیار موضوع خوب را اشاره کردیم اگر اگ فهرست خدمت شما باید شاید از صد بار بیشتر شود مورد اخیرش شما در کشور امسایی که نشست کلان منطقوی بود و در اونجا جلات ماب رئیس جمهور در حضور رهبر پاکستان حرف خود را گفتن گفتم در سخن هر روز گفته میشه پس امی سند نیست چی است؟ به اساس شوای اون نمایندهای ملل عملا حضور داشتن در حضور داشت اونا در حضور داشت همسایه در حضور داشت منطقه عملا ما به اسناد و شواهد حرف خود را زدیم تلاش اخیر که صورت گرفت این فردا در مورد افغانستان باز هم جلسه دایر میشه این تلاش ها از هر رای که از از او افغان ها و حکومت استفاده کرده به خاطر نجات مردم به خاطر نجات حکومت به خاطر نجات جمهوریت این تلاش ها صورت گرفته و این وظیفه و مکلفیت ماست هیچ ما احسان ره. بالای ملت و بالای مردم خود تلاش ها از هر گونه گزینه نظامی به خاطر دفاع و ترد حملات دشمن به خاطر مبارزه جدی در مقابل دشمن شب و روز خود را یکی کرده امروز اگر انتقاد بالای رهبری ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان میشن امین لحظه ما از وظیفه آمدیم در اینجا و دوباره هم برمیگردیم طرف خانه نمیریم وزیر هم در دفتر است لوی هم در دفتر است معاونینش هم در دفتر است جنگ رهبری میکنن و این احسان نیز بالای مردم ما پرتید ولی مردم اجازه توقع داشتن که پس چهره های تازه یک تغییر تازه هم به میان آقای احمد زید شپون یا وکیله بله. سایب انتقاد که بالای ما دارن با دو دیده ما او را میپذیریم اینا نماینده مردم هستن هر تشویش که دارن با دو دیده ما او میپذیریم این تشویش مردم است. اما در زمان ما هم توضیحات خود را داریم توضیحات ما یه است که رهبریتان غافل نیست رهبریتان در خواب نیست شب روز خود را یکی کرده تلاش میکنیم به خاطر کوبیدن دشمن اما ایرا هم باید درک کنیم که پلان و برنامه دشمن چی است و کدام کشور در حمایت دشمن است. کریمی گفت که به بی‌پروایی رهبری بوده که وضعیت را به اینجا کشانده مثلا نقب های تاکتیکی که شما میگین حمایت درست. نشدن نیروهای امنیتی در ولایت ها که جوزجان را مثال دادن و نبود یا نرسیدن تجهیزات، مهمات، غذا، خوراک، لباس و غیره. هر گونه امکانات که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان از قوای هوایی گرفته تا کومندوها و اردوی ملی نیروهای امنیتی از او بیشتر استفاده کردن امکانات را که ما دست داریم چی در بخش هوایی و چی هم در بخش زمینی از او بیشتر استفاده شدند. در مقایسه با امکانات که ما داریم خب ای که چرا بعض ساحات نیروهای امنیتی موقتا عقب نشینی داشته دلایلش ما بارها در برنامه توضیح داده. مثلا بعد چند ماه امروز چند تا کماندو فرستاده شده به جوز جان که هنوز در مزار هستند با تمام احترام که بر وکلای محترم ملت بله. مدارم هر وکیل سایب که میان به نزد وزیر سیب دفاع و لویدر سی سایب خواستار ایزام کماندوها به هر نقطه افغانستان هستند اگر جناب وکیل صاحب من به نمایندگی از مردم شریف جوزجان اینا میگن که ها باید به جوزجان فرستاده شود جناب شپون صاحب اگر اشتباه کرده باشم به نمایندگی از ولایت ننگرهار اگر میان اینا میگن که ها باید فرستاده شود به ننگرهار و نماینده هر ولایت میان اینا له تشکیل کماندوها را میبینید وجود نداره بلد. کماندوها نه شب دارن نه روز دارن در هر شبانه روز در بیشتر از 15 ولایت کشور در مقابل دشمن میجنگند طبیعی است که اینجا مدیریت کارد نقاط را که شما گفتین جناب جنرال صاحب روی از بحث داشتن ما در یک ماه گذشته در بعض نقاط نقاط زوف و اک اک قوت نداشت او داشتیم عملا ولی او خلاها پر شد نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان رهبری ارگان ها روی از کار جدی کردن شب و روز خود را یکی کردن و او خلاها تا حد پر شدن امروز نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اگر یک مقایسه داشته باشین با یک ماه پیش در وضعیت خوب رزمی قرار دارن اما حملات دشمن در مقابل نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داره ما دارست. هم برنامه خود را داریم مبارزه و مقاومت جدی هم ادامه داره سپاسگزار خانم <applause> کریمی خوب توجه شده به گفته آقای احمدزای به اندازه ای که امکانات در دست بوده بر صورت نیروهای مردمی هم در جنگ دخیل هستند ظاهرا در جوزجان و سر پل و فاریاب اثر بخش بوده یک وقت شکایت می که حکومت حمایت کافی از این نیروها نکرده تشکر آه... از شما قسم که آقای احمدزای اشاره کردن ما تمام سربازایی که در سر تا سر افغانستان خاک پایشان هستیم و تاج سر ما هستی مایت کردیم مایت میکنیم او فرزنده یا خاک است من نمایندگی از او درترین نقاطی که مبارزه میکنن از او سرباز از اون هم میکنیم به نمایندگی از جناب احمدزای سیبم چون که همه از اینا تاج سر ما هستن اما ضعف و قوت هایی که بدبختانه وجود داره ما هم امی بپذیریم مشکلاتی که وجود داشت من اشاره کردم بعضی ضعف های تعینات تقررها و خرد برد هایی که در سطح رهبری بود او نمو سبب ازی شد که امروز سرنوشت و سرباز ما به کدام وضعیت است اما در پولیش تجدید نظر که صورت گرفته یک نسبتا دی او اخر که از روز که وزیر صاحب جدید آمده یعنی نسبتا نگرش ها تغییر کرده ایتو نادیده گرفته نمیتونیم اما ما توجهی بیشتر هم خوایم این قسمی که آقای احمدی گفتن که والا ما در یک در تمام افغانستان همزمان نمیتونیم کماندو ما نخواستیم که در تمام افغانستان اینا مثلا ما زمانی که سه ما چهار ما نیروهای منطقوی ما یا در محلی ما یا دفاعی ما که در منطقه هستن اینا خسته میشن اونها هم انسان هستن حداقل به خاطر تغییر روحیه با اونا اینها باید یک تغییرات به اما هیچ گونه در بین میشه اف ما خو توجه نشده اما در سه ماهی که ما درخواست کردیم وضعیت بحرانی بود حتی دروازه های شهر جنگ رسید بالاخره داخل شهر شد چقدر تلفات دادیم چقدر قربانی دادیم چقدر تجهیزات ما به دست مخالفین دولت افتید آل اینا رسیدن و آل هم تشکری کردم که باز هم توجهی که در این موقی موقعی کردن که داخل شار جنگ جریان داشت که اینا کماندوها را فرستادن در جوزجان شما خو گفتین در مزار است نرسیده ما امیال که به شما آمدم ما پیشتر هم اشاره کردم رسید در جوزجان رسید و عملا در جنگ هستند، ما تشکری میکنم از قسمت همکاریایشان اما ضعفای خود بپذیریم شما ببینید در تمام افغانستان ولسوالایی که روان کردن سلیقوی روان کردن امروز یک روز استان نشد در که چون از منطقه نبودن انسجام مردم داده نتونستن رویا به مردم داده نتونستن اولین کاری که قد محله محله ترکت امی بود که روحی نیروهای ما دومین کاری که کردن اولوز های امنیتی را گفتن دلی. که وکیل مداخله نکنه بزرگا مداخله نکنه ما مداخله ما چی بود؟ ما برادر خدا نمی خود نمی آوردیم از خانواده خود نمی آوردیم کسایی را ما می خواستیم که از منطقه باشن و امی پایگاه مردمی داشته باشن در دا چنین چونین شرایط بدی که قرار می از مردم استفاده بکنن آل اینا پای بردن که واقعا ما حق بجانه بودیم و موضوع دومه که آیا نیرو مردم تاثیرگذار هستن نیستن دلی. شما ببینید که خیزش های مردمی عملا بچی مرشال صاحب د جوزجان در رس از او قرار داره و همین قسم امنیت ملی اکثریت نقاط بچای امنیت ملی همکاری دارن و کندک که اردو ما عملا در جنگ هستن همین قسم در تمام از پنج استقامت که در ولایت جوزجان عمله جریان داره همینو هستن جلو دشمنه گرفتن همینو هستن که نگاه کردن شما ببینید یک ولایتی که 25 روز در داخل شهر جنگ باشه و سقوط نکنه ای از چی بالا هستن با وجودی که هیچ امکانات و حمایت صورت نگرفت اما تنها این مینا بودن استاد همین قسم سرپولا ببینید تا دروازه های قمندانی رسید اما باز همین هم ها حمایت کردن و باز فاریاب ببینید شما در عامه شهر جنگ جریان داره همین مردم کنارشان استاد است دیروز به بب شما ببینید که انتحاری در بین کابل بود از یک طرف مردم ما را به کشتار دادند از دیگر طرف با وجود که مردم ما صدها نفر کشته و زخمی بودن مردم ما یک صدا با یک زبان میگفتن الله اکبر ایران شومیتان مردوم افغانستان کنار نظامستان کرا... کنار نیروهای امنیتی هستند کنار دولت مردای ما هستن به شرطی که اینا کمری نکنن انگشت ششم نبینن توجه به یک جای بیشتر به یک جای کمتر نبینن کل خون بله ما عملا دیدیم, دورست. و برشان گفتیم دورست. که توجه بیشتر صورت بگیره ما خون از, از خون ما کرده رنگین نیستن امروز کسایی که کشته میشن ما احسان نکنن اینها مسئولیت دارن در رهبری قرار دارن امی پرزندهایی که کشته میشن از همین مردم هستن زخمی میشن از این مردم هستن معیوب و معلول میشن از اینو هستن از خانواده اش نفر پنج نفر بیوه و یتیم میمون از این مردم هستن امروز ببینین چشم زنا کشیده میشه طفلای ما به خون خاک کشانده میشه و بالای مردم ما زجر صورت میگیره مردم ما وادار ساخته میشه باید مصارف سربازا سربازگیری های مخالفین داده شوه مردم از این بردگی خلاص بتین که ما کنارشان هستیم اگر یک قدم دولت به ده قدم مطمئن باشن که ملت سپاس. کنارشان هستن هیچگاه اینا طالب نمیخواید. کریم. روز دوباره میایم به شما آقای شپون خب اول میشه شما اگر لیست دارین بگوین که ثابت شود که وضعیت برگرفته از ناکارایی امو جنرال است که شما دارین میگین یک دو میست که مسئله پیشتر که اشاره کردین به بسیج سیاسیون و سیاستگرا مسئولیت دارن بدون شک یک بخششان خاموش بودن که انتقاد مردم هم بالا شده از خاموشیشان چی میتونن بکنن فراخان مارشال دوستم چقدر داری وقت مهم است و اثرگذار است و بر دفع دسیسه به قولیشان سیاسیون فکر میکنین بتانند گرد هم بیاین؟ منانا زه خو دې ځوان ته ډېر احترام لرم ځوان ده زبده ته داسې اسناد ورکوم ان شاء الله چې خوچې د صلاحيت ولري چې دلته دې ويمزا وکړي چې د خلک به بیا لري کیږي یو خبره د درته کوم چې مونږ په کول کې لګ څنګه چې وکیل سره بويلي مونږ د خپل امنیتي سکتور ترڅنګ ولاړ یو تر اخیری هدف پورې ولی دا ځوان چې وایي چې یو کال مخکې ځوانه تشپون نه پیژنې او تاسو تا دا وایم چې ټول امنیتي سکتور ته دی و وکیلانو کې خووبت شته کچیرته می قرارداد د حکومت ناغسته کچیرته می پیسې دي د حکومت ناغسته یو قزا غچو کیم چې د امنیتی سکتور خپل وینا د د باندې ورکومه ولیک انتقاد کوم زما زړه درد کوي اغه سرباص چی شي دیږي اغه مور لری پلار لری نی لری یو نیم کال مخک نه وزیر دفاع تطور ساتاو فکر کوم تابا مرسر وځي پی اجرا کړی ما دغه سيتي لاس اغست اوس باغلطه په دوبهي چیرته بي ما ورته ویل چې هغه خلک به مون پکې زدرته په دي شرایط الله ور راي در کوم چې هغه دوه پاسپورتي او بچيانه په تورکيه کې زبتا عامر دا وزيدي خو هم چې کور په تورکيه کې ده ولې جفا کوي د افغانستان دولت سره موندا اړ خبره چکو په سند بي کو بي سند به دا خبري نه کو ما سره ډېری خبري دي او اوس دا وخت نه ده دووم رمې اشاره در کړه چې د الله خاطر وکي وزیر سف دفاع تم باندې نو ویلي کته رئیس جمهور تر رسیدې شي رئیس جمهور ته وایي چا ول خو رئیس جمهور ته دې کډې نه راوځي و صاحب نو چې څنګه کار وکه هو کوریتاس یو مثال ز در کوم ټول خلک ویلي چې وکیلان د سې دي وکیلان د سې دي وکیلان د سې من سره ډېره خبرې وی چې رئیس جمهور ته تا موافقه تعالار کې کړي و ولي مونې کړي چې رئیس جمهور من ګورو چې دا وزيات سره قم دي ټول وکیلانو ملاتړ وک پرون ولایتي شورا د رئیس جمهور ملاتړ وک bale ز تقديرو د دغه دغه ولایتي شورا وکیلانو ز تقديرو خپل وکیلانو مون تاسوګوري د خپل خالګالک ځان سره ومني کنه تاسو مون وزیر و هو راي نه ورکو تاسو یې سر پر اساته ي د افغانستان د حل لاره يوازيني ز په دوو نقطو باندې دغه کوم دا يوازيني داده چی رئيس جمهور یو فرمان ورکی رئس جمهور سره ارتھ څه په ذهن کې شتا خو رئیس جمهور ته هغه خلک دغه شی چې زه زه غلطه خوږی خبرې وکړم چې وزیر دپاره سبا ما سره ټلیفون خدای دې سره زما ټلیفون پیل نجي گئی زه د هغه امنیتي څور تر څنګه واړه ما او ځوان ته ما وګورې ځیل منتم ګرځېدلم زه د سرباز پښتني ته هغه اخرې نقطه تزم راځه سر سر را سره الله چې پرتل را سره و چې دا وس ته تیار برابر کړه زه در سره المنته لاړم نه د روحي د سرباز د روحي د لوړولو لپاره درست او ته څه وخام د دې برنامې نه روس زده ته لیست ورکوم دا, دا به ما سره امزا کی چا خلق به منفقې کنه چې پارلمان شروع شو کجوندو او منیساب ته به یو ګورې چې پارلمان وکیل دوه تابعيتي افغانستان دغه دوه تابعیت او غرق راځي چې د افغانستان ولست لګ عقایق وي بل مهمه مثال لکه څنګه چې جنرال څه درست بلې بلې یو خبر از پ با نړیوالو باندې کوم نړیوالو د الله خاطر کوي من تم ویزی په کار نه دی دا صورت ځکه د پاکستان سره تاسو ممکار اسې زستا ویزه څوک ته به معنا ټول یو لزر کسان بوزي ولدا چې الويخ 50 میلیونه کسان مونږ په 30 میلیونه نه یو کنه دا الويخ 50 میلیونه کسان ته څک دا ټول ته به مونږ سره په بنیا د ما مسائل باندې کومه کوم شي څونه کې کومک شي او زه په دغه ځکه چې طالب ته غکم زه امنيتي څو قطور باندې کوم انتقاد کو دا زموږ زړه درد کړي دي مونږ زه دغه ته زیای بولم چې په ټولو افغانانو باندېګه کوم او په اغه ځوانانو باندېګه کوم چې ځوانانو تاسو چې د افغانستان پرې دی افغانستان ته بیا په کومو سترګو راځي او زه په ماغه خلکو را کوم چې په امنیتي سکتور کې دي امنیت یېونه باید تضمین شوه او دوی دوه طرف قضیه راګر وګورئ درست شته میشنه امنیت ډیره خبره ده درست در اوروزګان امروز ما دیدیم یو تاریخ نگار کشته شو عالم دین خبر نگار جامعه مدني یعنی ته صحنه ته تمره درداولم در سه روز در کابل هفت نفر ضرر شو در امنیت امنیت زه دې صحنه داوښت دومره انتقادم کوم د صد پاره کوم مونږ چې اصلاحات راشي چې دا ولست دغه ځوان چې خارج تزي مزه دغه یوې صحنه ډیر و درداولم چې علم کی هغه ماشوم په سرک پروت طالب خو رحم نه لري بله طالب رحم نه لري اوس باندې د دې په حساب چې ته په پدې خارج کې مرشي د افغانستان په دې ځوان باندې حق نه لري دا پښپون چې حق لري چې زه په دې وخت کې راځم دا پوتیلان باندې چا خل لري دغه دغه ځوان ولی دغه ځوان باندې حق نه لری چې موږ ته څو تر څنګه و دريږي مهمه مسله ز دې ځوان ته وایم چې ځوانا رئيس جمهوریت وزیر سفارت لوید رئیس ته و چې هغه وکيلان چې دغه تر راځي سورت جنگ کې در سره ملاتړ کوي په گرم جنگ کې نظر نه پسی غواړو نظر نه ټنګي غواړو تاسو موږ بوزي اول خطوت د چم... سیاسيونو مګر بوم فرصت او او کوتا دي دا سیاسيونو په پا سیاسيونو نه خداس سیاس د د ملک هم دي سیاسيونو خراب کړي دي سیاسيونو تاسو ما چې والله بالله کستاسو شپې په دې افغانستان کوشي د افغانستان اولس بزی او ځل راځي کی خدا الله خاطر کې سیاسيونو ټول په یو غک شي حکمت یار صاحب ته پکور کې ولي غل ناصر ازي چې نمونه واخلو ترس bale بفرمایئ احمد دی ولی خلیناسته محمود دی ولی خلیناسته بل دی ولی خلیناسته رازه زه اسماعیل امیر صاحب اسماعیل خان ته دغه دغه زینه او خاص سلام کوم او ګری موچي کومه ما وسپور ته چې الله اسنه دې موچي کړاو د ګری موچي کومه چې دا د خپل وطن د دفاع په دغه کې په سپینه ګریه پر طالعه ول او سیاسونه د قران خاطر وکړه دغه اشرف غنی بيخي بد وسته کې فاست نظام خدای د بینظامي نراسته هم دغه سړیم لاته ورو که ترڅو او طالب تاسو ونج چې بیا به وخت راټرانه شي طالب تاسو دوه خبري کوم چې طالب په ټولو میډیاو کې مدار باندې غکړه دي چې طالب یو په امنیتي څوکور درسره معامل نه منو طالب ته په جوړونو حکومت او کپسرو حکومت مکو ته به دا کابونه مونیسی ته به دا ټول زینونیسی طالب په والله کې شل کې او د افغانستان ولسمستا په مقابل کې ودري او یو د چوکات روانول نه غواړي او زه په ټولو افغانانو باندې حکومت په خځونو رو باندې حکومت چې د افغانستان د امنیتي او هغه ورتو او د پولیسو ترڅنګ ودرېږي کڼوري در سره کټوپا کې در سره کچړې در سره او یو ملي قیام ته بسیټي لکه څنګه چې موږ هغه شپه دا ناره الله اکبر باندې خو دا په هغه یو ملي قیام ته بسیټي او راشه خپل دا وطن د دې بهر بهر نه وباتي دا دوه پاسپورت خلک ولاکه دا وطن د بهر نه وباتي تر په درد دي چې دوی چې کورونه په خارج کې دلته په مامور شي در نشست شورای امانگی شوراهای ولایتی یک مسئله جالب را اشاره کرد گفت پس از این جنگ را میبریم به عقبه های طالب و خواهان چه هزار یا بیشتر و کمتر کماندو در چند هفته شد فکر میکنین چی گفت رئیس جمهور خب م... عقبه آ... طالب خواه آف... میگه پاکستان است برای افغانستان در یک حالت بدی قرار داره افغانستان خانه مشترک هم افغان ها هست رئیس جمهور هدفش بسیج قوا و استعمال درست قوا و دفاع از افغانستان است ما هم دیدگاه های خود را با رئیس جمهور شریک به این ساختیم که ما از جغرافی های افغانستان از سرزمین خود از بقای افغانستان باید دفاع کنیم و این جنگ برای همه کس معلوم است پنهان نیست که در عقب جنگ کی است و این بی‌رحمی که دارن عملی میکنن برای مردم افغانستان که شما نامش بردین که امروز یک نویسنده ما در هلمند در اورزگان اینها چرا افغانی که سرش به تنش میردن اونا را از بین میبرن افغانی که افغان باشه طالبی که افغان باشه هیچ گای هم خود به او شکل چی نمیکنه در عقبه جنگ یک جنگ بسیار خطرناک است ما از این این ای جنگ باید مهار شوه این بحران باید مهار شوه در عقبه بردن چطور میشه عقبه بردنش به معنی این است که ما باید با پاکستان سفید کنیم جنگ کنیم نه چی؟ با پاکستان از روی مصالحه زانو به زانو بشینیم قضاای خود حل کنیم چی میخواد پاکستان از ما سال گذشت بله باید اقدام شود با باید اقدام میشد امی گپ عمران خان در صحبت خود گفت که بله. هزار نیروی ناتو که بود باید افغانستان اقدام میکرد به یک ولی ما خود ما کمی کوتا آمدیم از لحاظ عرصه دیپلماتیک ما باید قضایایی که حل مشکلی ما را با پاکستان حل کنه حل میکردیم ما در یک تحلیل خود نوشته کردیم که ما خط دیورن درست. موضوع دیورن باید یک نقطه داغ باید حل میشد با پاکستان ها حل کنیم مثل که در برلین ای گپ است میشه که ما با پا پاکستان ها کنار بیم سر از این موضوع بحث کنیم بتا داده شو برش؟ نه بحث کنیم بحث کلی ما و شما در دو نقطه خط در اونجا جغرافیا داریم مردمی خود داریم ولی امروز ام امروز ابران خان بازی تشویش هم ابراز کرد که نشوه که پشتون های دو طرف خط یک جای شون یک هر روز امران خان هم پشتون است یک حراس و یک ترس دارن از لحاظ است که پنجاب اینجا میخواید که در افغانستان این مهره داغی یا آتش جنگ نگاه درست. کنه و نام نگاه کنه این یک تشش برای ما هست ملت افغانستان اما طوری که یک جای شدن آن مردم بسید شدن گفته وکیل سیب اسمایل خان ما قدر میکنیم باوری سفید خود که آمدن اجما را با وجود دارد را نجات داد درست. امیتر در تمام اولایت افغانستان به که مارشال سیب فراخان ملی را و قیام ده ده ملی را ما هم هم قیام ملی را از از امیر از صدر اعظمی رسانش با بلند میکنیم که قیام ملی به با وجود بیاید از جغرافیای های حل باید دفاع شود و رای حل این نیست که افغان ها خاک خود تخلیه کنه جغرافیا ما یک موضوع مطرح ساختیم یک حرکت را به نام حرکت اینجا ملی افغانستان ما را اندازی کردیم شعار همگانی ما ما برای تمام مردم افغانستان مسئولیت خواستیم به این معنا است که جغرافیای ما باید امن شود ما دا به دادگاه عدالت مراجعه کردیم که دادگاه اله و حاد است رسما مراجعه بسیار. کردیم بیان ما مراجعه کردیم رسما تمام مکاتبات خود شریک ساختیم با وزیر خارجه با وزیر عدلیه با, دنیا که جغرافیای افغانستان امن شود این مسئولیت ما و شما است افغان های مسئولیتش است ما به یک خطر تجاوز تجاوزی که آشکار است پنهانم نیست و واجه هستیم شما دیدین که های پاکستانی ها میرفت به طرف چیز ولی شما دیدین جنایتی که در اشکزیا ها در دیزسپین بولدک کردن خاندان جنرال رازیق شهید اینا زدن تکه و پارچه کردن علال کردن زپه کردن این جنایات بشری هست جنایت چیز هست همین صدای وزیر صاحب خارجه را ما میگیم که اینا درخواست کردن از جامعه بین الملل که یک جلسه فوق العاده را در قضایای افغانستان رسیدگی باید شود سپاسگزار آقای احمد زید طرحی که رئیس جمهور ساخت در نشست مشترک یا نشست فوق العاده پارلمان هم گفت که تطبیقش آغاز شده و عملی داره میشه این طرح تاثیرگذار بوده بر وضعیت میدان جنگ چیزی هنوز نشان نداده شما چه فکر میکنید دیدین بالکل به اساس هدایت جلالت ما رئیس جمهور برنامه آغاز شده و در نقاط مختلف و به مرور زمان چون نسبتا زمان را در بر میگیره و او آمادگی نیازه است و اقدام مهم است اقدام از طرف ارگان های دفاعی امنیتی افغانستان شده با تشریک مسایی وزارت دفاع داخله و امنیت ملی کار خود را آغاز کردن عملی یک موضوعی که من اشاره میکنم او است که نماینده محترم ملت مطمئن باشند که رهبری ارگان های دفاعی امنیتی افغانستان هر نگرانی که شما دارین او را ما به قدر می نگریم ما پیشتر هم در صحبت های خود گفتم جناب شپون حتما متوجه نبودن که هر تشویش را که شما دارین او تشویش تنها از شما نیست ما می دانم تان هر لحظه با شما در تماس هستن تشویش اونا است و این تشویش را ما میپذیریم و بر از لبای رسیدگی هم میشه اجازه نه در اینجا یک درست اجماع ملی وجود داره شما عملا دیده در هر هفته مجالس بزرگ از طرف اینا برگزار میشه مجالس که حمایت ولسی جرگه و شورای ولایتی بود مشران جرگه بود عملا از طرف نمایندای ملت ممنون است و مسپیشان و جلالت ما رئیس جمهور را تشکری کردند که پیشنهادشان لبیک گفت و جلسه فوق دایر شد درست. و این به نمایندگی از ملت اینا اونجا یک تفاهم کلی را داشتن مم. دوم در سراسر سر افغانستان ببینین امینیسه ما خواهش ما است که رهبری ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان چیز را که شما میگین از او بیشتر متوجه به او هستن اما لطفا در می شرایط حساس نیاز نیست که ما بیم درست از آزادی بیان است موضوعات دیگه است اما بگذاریم به جایی که خلاها رو ما برملا بسازیم حمایت کنین نیروهای دفاعی امنیتی کم تانه. کم جناب سرباز وکیل در... صاحب این موضوع یادآور شد در, در میدان جنگ کشته نشوه آقای احمد زید آیا همین چیز رهبری ارگانای دفاعی امنیتی افغانستان میخوایم؟ ما میخواهیم خودت میخواهی ها سبب میشه جنگ بر میوازی در جنگ در جنگ این چیز است زمانی که اسلحه برداشته میشه اولین چیزی که در او مهم است حتما این موارد است درست گشنه ماندن است تشنه ماندن است تش... نسبتا به تاخیر اکمالات رسیدن است کشتن است شهادت است این همه موضوعات است گذار. اجازه بدین ما در حالت حساس قرار داریم ما سخت نیاز داریم امروز ببینین در سراسر افغانستان مردم به یک صدا آمدن کنار نیروهای امنیتی خود استاد شدن باعث چی شد باعث مورال و انگیزه به نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان شد باعث شکست به دشمن شد این ما میخواهیم که تقویه کنیم مداخل از سوی کی میشه از سوی نماینده های محترم درست. ملت میشه از سوی مردم میشه و از سوی وری سفید که امروز در هرات استاد است و بزرگای دیگه که اثر گذار هستند طبیعی رول سوال ندارم خانم کریمی ده ثانیه اگر چیزی میخواین بگین در پایان کوتاه لطفا گفتنی ما همی هست که رهبرای سیاسی افغانستان اگر در بین خود ګپوي درن خواسته هاي درن همره کنار بگذارندسه بدهسته هم به تنو وجود افغانستان په اولس باندېغه کومه چې راجیک شي او پاکستان ته یو قاتی او رئیس جمهور ته چې پاکستان ته یو قاتی جواب ورکي چې يا موږ ته څغواړي او يا ورورا داس اقتصاد چې موږ تاسو بیا نور لرو بر پختنو باندېغه کومه راجیک او د پاکستان ریاستي نظام ته دا خبره وکي چې موږ نه نور دا باندې نه نور څه وایې تاسو په پای نه افت از حضور همه شما سپاسګزار و شما های کبرنده محور بوي